بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. مين دا وشنا من دي برنامج إسلام قرآن على شبكة جهانية راديو تلفزيون خورشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در پناه حضرت حق باشید. خوشحال هستم باز هم عبدالبشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام قرآن در خدمت شما هست. امیدوار هستم اوقات به کامتان باشه و هر لحظه با طاعت و عبادت و با قبولی طاعت و عبادت سپری شود. در نخواست بهشت برین میخوایم برای شهدای حادثه المناک چاره زنبق شهر کابل و شفای عاجل برای مجروحین و صبر جمیل برای بازماندگان و جزای بسیار بسیار بزرگ برای عاملین این قضیه. خداوند آنانی که به هر گونه‌ای که دست در این قضیه دارند، خداوند هم دنیایشان خراب بگردانه و آخرتشان خوب از خراب هست. امیدوارستیم که این حادثه آخرین حادثه باشه و دیگه ما افغانای خود در خاک و خون نبینیم. خب باز هم برنامه اسلام قرآن تا ساعت یک به گونه زنده تقدیم شما میشه. تمنای همراهیتان تا ختم برنامه دارم. جناب استاد دکتر محمد ولی حنیف استاد دانشگاه مهمان ما هستن و با ما در استودیو. خیلی ها خوش آمدین جناب استاد. تشکر، سلامت باشه. شما به سلامت. آغاز میکنیم بخیر طرح سوالات از جناب استاد و شما هم تماس بگیرین. شما را تماس برنامه ما پس از چند لحظه فعال میشه. 020 220 1093 صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 24500 لایک. شماره تماس واتساپ ما 0782224710. خب زمانی که تماس میگیرین به برنامه، امیدوار هستم موقعیت خوب اختیار کنین و جان سوال طرح کنین تا ما بیشتر تانسته باشیم سوال بگیریم و بیشتر پاسخ ارائه شود. خب اولین سوال جناب استاد، بحث طلاق هست و این کشمکش های بین خانواده ها باید پذیر نیست. یک برادر میگه من با خانمم سر صلاح کردم و زمانی که بسیار مرا جگرخون ساخت برش گفتم که تو طلاق هستی، برو پدره، دیگه کارت ندارم. امی واژه را استفاده کرده اما یک بار. آیا طلاق واقع میشه نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید فقهای اسلام در بحث طلاق به اقسام مختلف تقسیم بندی کردن، خود در مجموع طلاق صریحی و طلاق کنایی یا طلاق به حساب طلاق صریحی که الفاظ توی لام الف قاف هم چهار حرف است، زوج استعمال بکنه به شرطی که همون شرایط طلاق دهنده را که عاقل بالغ صحتمند و در حال صحت باشه بدون جبر اکراه زوجه در ملکیتش باشه استعمال بکنه، طلاق واقع میشه. باز طلاق در مجموع در طلاق رجعی یک طلاق واقع میشه، مگرم در حالاتی که قبل دخول طلاق قبل دخول و طلاق ثلاثه باشه، طلاق خلع باشه، در اون صورت باز طلاق به حساب با این واقع میشه. و در این صورت که گفته که لفظ طلاق استعمال کرده، یک طلاق، یک طلاق رجعی، باز حق رجوع را داره. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف، و دیگه در آیات قرآن است و بعولتهن حق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، پیش از سپری شدن سه ماه میتونن که رجوع بکنه بالقول یا بالفعل، و بعد از عدت سپری شدن عدتش باز تجدید نکاح ضرورت است که دوباره. خب در چین حالت یک طلاق واقع شده بدون تجدید نکاح میتونه رجوع کنه پیش از ختم عدت، یعنی پیش از گذشت سه ماه؟ بله بله. شما با سلامت، تشکر. این سوال برادر هست، من کوتاه ساخته میشه، طولانی بود. جان سوالم مطرح میکنم که 2000 پول افغانی از یک ایرانی قرضدار بوده، به نحوی ایام قسما به غبن گرفته شده در اول، اما این پدری که قرضدار هست وفات کرده، حال پسرانش میخوان که به اصطلاح دین شب و قرض شب بپردازن، اما اونا در ایران هستن، شاید امکانات رفتن به ایران نباشه و اینا آمدن به کشور. اینا از شما فتوا خواستن چی باید؟ از نقطه نظر شریعت ببینید مسئله قرض حسنه یک عمل نیک است که باید، اما این قرض حسنه نبوده، نبودن به حساب یک موضوع. و دوم در صورتی که وقتی که مال یک مسلمان حقوق العباد بخشیده نمیشه تا که جالب مقابل عفا نکنن، در این صورت اگر خود زمور شخص از او پول گرفتن زنده است، اگر دسترسی دارن به او خودش باید بتن، و اگر اونها نیستن به ورثش در قدم دوم، و در قدم سوم باز اگر خود از شخص هم پیدا شدنش مشکل است ورثش هم نیست، صدقه بکنن، صدقه بکنن ثوابش به اون شخص مالک بسپارن. شما به سلامت، تشکر. شماره تماس برنامه ما در روی صفحه تلویزیون هست، شما میبینین تماس بگیرین به برنامه و سوالی که دارین طرح کنین. جناب استاد پاسخ بگوین. دوست عزیز، ما در جریان همین هفته
بیشترین سوال داشتیم در سوالات رمضانی، البته احکام مربوط به ماه مبارک رمضان. سوالات تقریبا شبیه به هم هست، یعنی چند سوال یک جای میکنیم میپرسیم، میدور هستیم که پاسختان شما از لا بلای گفتهای جناب استاد دریافت کنیم. سراخ کردن گوش یا بینی در ماه مبارک رمضان جواز داره نداره؟ هدف ما از خانم ها از زمانی که سراخ میکنیم، از نقطه نظر شریعت ببینین زینت بر خانم ها مطلوب است. بله. سراخ کردن گوش، بینی، از گوش هیچ اشکال شری نداره، از بینی به حساب به خانم ها جواز دارم، مباح است، اما به حساب بهتر است که باید نکنن از بینی ره. و برای ما ببینم زینت است، زینت و لا تبدیل لخلق الله در آیت قرآن کریم علما میگن، اگرچه مباح است ولیکن ببینین که یک نوبت شکلی یا به حساب زیب و زینتش کم زره کم نشود و برای سرا به حساب با جواز نداره. جواز نداره. یک خانم با وصف از این که یک خانم حامله توانه روزه گرفتن داره، اما اگر این روزه میگیره آیا بالای طفلش ظلم میشه نمیشه؟ پیش از این پاسخ بگوین. یک وقفی کوتاه و بعدش ادامه برنامه. خوش آمدید. بفرمایید جناب استاد. فقهای اسلام در بخش روزه چند عذر را معقولی را که ذکر کردن که روزه برای اشخاصی که یه عذر یا عذر داشته باشند افطار برشان جواز داره، از قبیل مسئله بیمار و خانمی که باردار باشه، شیرده باشه. بنان در صورتی که مادر ببینن که 16 ساعت روزه گرفتن یک طفل کودک در بندیخانه حبس کردن از در حقیقت بهتر است. علما میگن که شریعت برشان جواز داده باید افطار بکنن به خاطر صحت خودش، به خاطر صحت کودکش. اونها به حساب اما هر توانایی می داشته باشه خود این مادر باز بازم ببینید جناب سیر است طبعا تاثیر داره. تاثیر داره در شیرش اگر چند ماه باشه. در برنامه گذشته شما گفتین که اگر در سیما می باشه قبل از سیما اگه نه وقتی که نه وقتی که مادر به حساب باردار باشه پیش از 4 ماه پیش از مشکل نداره، پیش مشکل نداره که روزه بگیره. وقتی که روح دمیده شد او به غذای زیاد ضرورت داره و وقتی که ولادت کرد باز 2 سال بعدش طفل شیر بده به خاطر صحت طفل، به خاطر تغذیه طفل. حالا یک سوال پیش میشه جناب استاد، یک مادر حمل گرفت، بعد از 9 ماهی حمل طفل تولد شد، روزه را فرض کنیم دیجه خورد، بعدش تا 2 سال دیگه به خاطر اینکه طفل شیر نماند 2 سال روزه را دیجه خورد، بعدش دوباره باز دوباره این مادر حامله میشه. یعنی فاصله خب بین ولادت ها همین شکل شرعیش آنچه که شریعت گفته همین 3 سال، پس روزه را هیچ وقت بگیره. ببینید جناب سیرت صاحب، با علما فقها یک قاعده را ذکر میکنن، در صورتی که یک ساله یک و نیم ساله شد و مادر گمان کرد که ما به روزه گرفتنم گمان غالبشی بود که شیر کم میشه و طفل غیر از شیر دیگه چیزا نمیخورن، در اون صورت شریعت برشان جواز داده و دیگه با در شریعتی است که وقفه بین ولادت ها صورت بگیره. شما بسلامت، تشکر. خب تماس نور آقا جانه میگیریم. بله بفرمایید برادر عزیز. جان سلام، خوش شد و بخش مالتا خوش بخش جانو گفتم که تو ما قرآن کریم یا ما بودم باشا خودم قرآن کریم بخانم، ما کدام سوره مثلا ما بخانم. تشکر برادر جان. یا تشکر، کوشش یاد بگیم. من اصلا که در زندگی چندین مهارت داری و در کنارش در اولویت باید یاد گرفتن قرآن کریم ترجیح میدادی. بفرمایید جناب استاد. ببینن یکی از حقوق قرآن کریم بالای مسلمانان این است که وقتی که اول خود ایمان آوردن به کتاب مؤمن به ماست، دوم مسئله یاد گرفتن قرآن کریم، تلاوتش، با او عمل کردن، تدبر و تفکر، دعوتش. وقتی که برادر ما علاقه مند است، علاقه داره، حتما قرآن کریم انشاءالله یاد میگیرن، از قلم قرآن کریم استفاده کنن، قرآن بشنون، عالم از ابتدا شروع بکنن، تلاش بگیرن، حتی فعلا وقتی که علاقه دارن خودش خوانده نمیتونه قرآن بشنون بشنون انشاءالله خداوند کریم. شما بسلامت. یادگیری قرآن کریم یکانه بسیار ساده است جناب استاد، هیچ کتاب شاید به اندازه عزیز ساده نباشه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. سلامت باشین. خب یک خانم از میکپ یا مواد آرایشی استفاده میکنه که این مانع سرایت آب به جلد میشه، اما در روز زمان نمیفهمه، بعد از اینکه چندین وقت نماز یدا میکنه پی میبره که این میکپی را که ما استفاده کردیم این میکپی بوده که مانع رسیدن آب به جلد میشد، نمازهای خود چندین وقت با همین حالت خونده، حال چی کنه؟ خب پیش از اینکه شما پاسخ بگوییم تماس بگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرما. سلامت باشید. یک سوال داشتم از مولوی محترم. مشنی بفرمایید برادر جان. همین که یک زوج عروس بهدی قبل از پیشین یا پیش از ساعت 12 به اشتباه هم یا خب به صورت هم بستر میشن، پس روزشان خراب میشه. یه روزشان فقط یک روزه بالای از جام میگرده یا ای که کفاره هم دار. سلامت باشین. این یکی عمل اشتباهی نیست. خیلی چه خواهم میگم که فتوا پیش ما از دیگه مسئله شریج با جناب صاد بفرمان جناب. بله. ببینین روزه فرض عین است. قاعده فقهی است. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. وقتی که روزه فرض است، آموختن احکام ضروریشون فرض است. بله. بالای مرد و زن باید از اون چیزایی که روزه را مشکنن، فساد میکنن، قضا و کفاره لازم میشه یا تناقضا. در این صورتی که یک شخص جوانی که عاقل است، بالغ است، صحتمند است، هیچ عذر شرعی نداره، عمدن و قصدن خوردن، نوشیدن یا صحبت کردن با خانم خود در طول روز به حسابی کار انجام میکنن، به حساب هم روزش فاسد شده، هم قضا سرش لازم میشه که روز قضایی و دیگه کفاره بدن. وقتی که این روزه خلاص شد، 60 روز روزه پای در پای بود. استاد، من یک بار از در کتاب مطالعه کرده بودم، شاید در چین حالت مرد تحمیل کرده باشه، میره بالای خانم خود. اگر بالای خانم امی کار تحمیل شده باشه، جبر شده باشه و خواست خانم نبوده باشه، باز در چین حالت من تو خود نبودم که خانم نیاز نیست که 61 روز کفاره بده. در صورتی که به حساب مکرهه باشه، حالت اکراه به حساب چی است؟ ولی که جناب سیرت صاحب ببینید که هر زن مسلمان و هر مرد مسلمانی چیزای ضروری دیگه دین خدا باید یاد باشه. در صورتی که اکراه باشه، در صورت اکراه بالای خانم به حساب کفاره نمیشه. اما ای که زوجه این است، مسائل ضروری دین میفهمن، باید طبعا باید جلوگیری به حساب کنیم. تشکر. خب یک سوال ما هم باقی مانده، ما تماس بگیریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. جناب سیرت صاحب سوال داشتم که شما ما داریم، شما همین صدای تلویزیون و رادیوی تنها پخش کنین برادر جان. 16 صدا میشنیم ما، بفرمایید. پخش کردم. خواه بفرمایید. سوال میگید که ما در ترام در ترامی شب میریم، بسیار ملا بسیار سرعت زیاده. صحیح گپتون نگرفتیم. تشکر. شما با سلامت بفرمایید جناب استاد. ببینید در سوال قبلی مسئله آرایش بر خانم ما زینت مطلوب است، اما بهتر است که در روزه ترک بکنن. و دیگر قاعده فقهی است، هر چیزی که جرم داشته باشه که مانع سرایت آب در جلد شه، وضو آدم نمیشه. بنان در صورتی که بیکاپ هایی که مانع سرایت آب شه، وضوشان نشده، نمازشان نشده، دوباره باید نماز را اعاده بکنند. و در صورت ببینید نماز تراویح سنت مؤکد است، فضایل زیاد داره، از پیغمبر اسلام ثابت است، به اجماع صحابه کرام ثابت است. بهترین طریقشی است که 20 رکعت در جماعت با ختم قرآن شب یک سپاره به ترتیل خوانده شه و هم در ظرف یک و نیم ساعت دهد، اما حداقلش یک ساعت. سلامت باشید. این سنت که از قرآن ورد تلیل قرآن ترتیلا. شما با سلامت. تماس میگیریم. فاطمه خواهر روی خط تلفن هست. بله بفرما خواهر جان. السلام علیکم. السلام و رحمت الله، بفرما. من مالیش سوال بسید. خواه. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرما. این سوال تانه خواهر جان. من مالیش سوال دارم که امید از دی روزه یک توتیم بسیار خورد نام بکنم ننکنه خوشی چیز بان مانده هر سخی غسل هم کرده معلقه که خلفه کنم چیز کنم دارم داره بان مانده رو بروزه کنم مشکل داره نیه نه توتیم هم در کجا بان مانده؟ در گلومتان یا در دندان؟ این نان چه قسم است؟ کجا کدام دندان چرایی گیری مانده چه قسم؟ ببین از نقطه نظر شریعت قاعده فقهی است که هر آن چیزی که مسئله غذا باشه یا دوا باشه که از طریق دهن
یا گلو به حساب یا بینی به حساب یا پایین داخل معده و مغز انسان چه روز فاسد میشه. در صورت اگر در بین دندان ها باشه یا در کدام خالیگاه باشه که از حلق پایین نره و روزی آدم فاسد نمیشه، اما مؤمن مسلمان باید احتیاط بکنن به حساب که چیزها رو وصول کنن. سلامت باشین، تشکر. این بحث تراویح مطرح کردین، در یادداشتای ما هم هست، چندین سوال طرح شده بود. بحث 8 رکات در میان آمده، ما خواهد از سالهای سال امون 20 رکات میخونیم و حرمین شریف هم میبینیم 20 رکات میخونن، اما بعضی کسا هستند که ترجیح میدن که 8 رکات خونده شواف عملا دارن فعلا 8 رکات میخونن در بعضی از مساجد و این سبب اختلاف و کشمکش هم شده در جامعه افغانی ما. بفرمایید. ببینید جناب سیرت صاحب، مسئله نماز تراوی سنت موکد پیغمبر اسلام 3 شب ادا کرده، شب 23 و 25 و 27 با جماعت و فضایل زیاد داره، بعد از نماز خفتن ادا میشه، همه صحاب و علما به این اتفاق دارن. تنها در تعداد رکعاتش با صحیح البخاری شریف از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که همیشه پیغمبر اسلام در رمضان و غیر رمضان قیام اللیل 11 رکعات نماز میخوان، 8 رکعات به حساب نماز تهجد و 3 رکعات وتر. ولیکن در دیگر روایات 20 رکعات هم آمده که عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت میکنه، دیگر روایت صحابه کرام. و در وقت حضرت باز پیغمبر اسلام شب چهارم که آمد که دیدم و علاقه و ذوق صحابه کرامه که به حساب اهتمام میکنه، به خاطر از اینکه سرشان واجب و فرض نشه ترک کردن، گفت برین در خانه هایتان بخوانین. باز در وقت حضرت عمر مردم در مسجد نبوی متفرق میخواندن نماز. باز حضرت عمر صاحب ابو بی بن کعب صحابی جل قدر اسلام امر کرد که یک حافظ قرآن کریم جماعت بده، همتان 20 رکعت نماز. و در این رابطه 4 مذهب فقهی اهل سنت و الجماعت به عقیده هستند 20 رکعت، حتی امام مالک بن انس 36 رکعت میگن، حتی روایت 40 رکعت. ولیکن اختلاف مذاهب باید احترام داشته باشیم. کسایی که برادرای اهل حدیث با مو حدیث پیغمبر اسلام عمل میکنند که عکس در قیام رمضان و غیر رمضان 11 رکعت بودن، با مو عمل بکنن. برادرای اهل ما امیره در ترجیح نمیتونه برادرای ببین جناب برادرای اهل تشیع مایش نمیخوان، میگه سنت نیستن. و نال به حساب امو احترام مذاهب باید در نظر داشته باشیم. اینجا فقه حنفی است، مذاهب امو 20 رکعت نماز به جماعت، اگر 20 رکعت بخونین 8 رکعت بخونین نماز نفل است. ولیکن 20 رکاتش بهتر از ببین در حرمین شریفین همه مسلمان ها با جماعت میخوانند. سلامت سلما خواهر، لحظات زیادی را انتظار کشیدن، از ولایت قندوز تماسشان قطع شد، ازشان معذرت میخواهیم چون نزاکت پامال میشد اگر ما حرف جناب استاد قطع میکردیم. باز هم سونم خواهر از تهی مسکن شهر کابل، تهی مسکن شهر کابل، بله بفرمایید خواهر عزیز. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرما خواهر جان. علیکم، میخواستم یک چند صحبت با شما داشته باشم در میباره ای که یک روزه داری که مثلا منگز خورد کرده باشه ناخواسته، اوی روگیش میشه یا نمیشه؟ تشکر. این چقدر انسان بیخبر بوده که مگس خورد کرده؟ خب از دیگه هم سنه بی خبر پیدا میشه. بفرمایید. جزئیات فقهی، مسائل فقهی است در کتاب. اگر گرد و غبار و مگس از حلق انسان به غیر اختیار بدون قصد داخلش روزش فاسد نمیشه، اما اگه عمدن و قصدن کار کنه باز روزش فاسد دیگه آدم ساده پیدا میشه که مگس قصدن بخوره. خب جناب استاد، در همیشه امروز به خاطر حادثه المناک شهر کابل بیشتر شهروندای ما نیاز به خون داره. اگر کس خون اهدا میکنه در جریان روز روزی ماه مبارک رمضان، آیا روزیش میشه که نمیشه؟ از نقطه نظر شریعت ببینید دو حدیث پیغمبر اسلام است، افطر الحاجم و المحجوم. و در دیگه حدیث شریف میگه که پیغمبر اسلام احتجم رسول الله سلام و هو صائم. در یک حدیث پیغمبر میگه کسی که خون میته و کسی که خون میگیرن در روزه، روزی ارتوش به حساب چی بشه؟ فاسد بشه. و در دیگه حدیث آمده که خود پیغمبر اسلام در وقت روزه حجامت کرده، یعنی خون داده. باز فقها ها اینجا چی میگن؟ که در صورتی که اگه انسان خودش ضعیف باشه، اگه این خون دادن باعث از این شه که روزیش بشکنانه باید این نده. و کسی اگه صحتمند باشه خون میتن و ایرام ترس ندارن که روزیش باید بشکنانن، در او صورت جواز داره، هیچ اشکال نداره. و از نظر اخلاقی خوب هست که برای مجرمین خون دادن به حساب کار ثواب است. یا تعاون علی البر و التقوا. شما به سلامت، تشکر. فکر می کنم آخرین تماس امروز باشه. احمد فرید از ولایت کابل، بله بفرمایید برادر عزیز.
بله سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. بفرما. خب سمیع بخیر. از طریقه غسل در رمضان چی رقمه؟ تشکر. خوب سوال طرح کردی. شما به سلامت. ما در صفحه فیسبوک اسلام اقران دوستایی که سوال میکنن و اما فتوار از جناب استاد در هفته گذشته شنیده جواب داریم. خوب هست که حال دوباره بگن چون نکته بسیار مهم هست. بفرمایید جناب. ببینید آیه قرآن است و این کنتم جنبا فطهروا. وقتی که اگر حالت انسان مرد و زن در حالت جنابت می باشه یا احتلام باید غسل بکنه. به بو طریقه مسنونه که اول وضو میکنن باز به حساب همه اندام اعضای خود به حساب آب میندازه سه بار، تنها در مزمزه و استنشاق به حساب مبالغه نمیکنه. یعنی دهن آب غرغره نمیکنی و در بینی کش غرغره میکنین ولیکن به این اندازه که از حلق چیز پایین نشه. آها. و در استنشاق هم بینی را بینی استاد اگر غرغره شود شاید امکانات پایین شدن باشه. اگر احتیاط بکنه نه ضرور است جناب سیرت استاد میگه که غرغره کردی میرسه به حلق کرسی شاید احتیاط بکنن به حساب زیاد مبالغه نکنن که به حساب داخل حلق شه ولیکن در بینی باید شسته ولیکن بسیار مبالغه نشه. سلامت. امی سوال یک سوال دیگه هم از امی سوال برمیه. چون روزه طولانی هست، روز طولانی است در جریان ماه مبارک رمضان. یک کس حلقش خشک بشه، بار بار با آب میشویه. آیا کلام کراهیت روزش فاسد نمیشه اما کراهیت داره. شما به سلامت. و بالاخره استفاده کردن از نسوار سیگارت در جریان ماه مبارک رمضان. روز یک کس مرا گفت که پان اگر پان شبیه به نسوار است. اگر استفاده شه خوب به میده سرایت نمیکنه چرا روزه رو ببینید جناب سیرت صاحب مثلا نسوار، سیگریت، چلم، قیلون و همش به حساب اینها روزه رو فاسد میسازه، قضا سرش لازم میشه نه کفاره. قضا سرش لازم میشه یک روز. سلامت. و کوتا در مورد استفراغ کردن یا قی کردن در جریان اون علما فقها دو صورت گفتن، اگر قصدن باشه عمدن باشه به حساب روزه رو فاسد میکنه. اگر غیر اختیاری باشه به حساب اشکال نداره. شما با سلامت تشکر. خب فکر میکنم فرصت وقفه و اذان ظهر به افق شهر کابل هست. انشالله پس از لحظاتی دوباره در خدمت قرار میگیریم. تمنای همراهیتان تا ختم برنامه دارم. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام اقران را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینده هستید. دوست عزیز، خب پیش از اینکه بحث آغاز کنیم برنامه اسلامی ما را در جریان ماه مبارک رمضان فراموش نکنین. ببینین برنامه بسیار خوب هست. برنامه حج به روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، اولین نشرش ساعت 5 تا 6 شام هست و بعدش برنامه اقرا برنامه رقابتی هست در حسن تلاوت روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه ساعت 5 تا 5:30 و همچنان برنامه حدیثش قمروزه ساعت 3 بامداد و بالاخره برنامه زنده‌ای که همروزه در جریان ماه مبارک رمضان داریم برنامه شهر رمضان از ساعت 6:30 تا 7:30 به وقت کابل و برنامه اسلام قرآن ساعت 12 تا 1 به روزهای جمعه و برنامه آیتش در صبح خورشید روزهای چهارشنبه ساعت 8:30 تا 9. امیدوار هستم تمام برنامه های اسلامی را که ما تهیه و تقدیم شما میکنیم ببینید و همچنان برنامه بسیار خوب دیگه ما داریم در کمنوزه نشر میشه ساعت 6:30 تا ساعت 7 فقه خانواده. یعنی تقریبا بیشتر نزدیک به 10 برنامه میشه. این برنامه ها را ببینین، هر کدامش محتویات خاص خود داره و بسیار مفید هست. خب بحثی را که امروز تا فرصتی که با ما هست با جناب استاد در میان میگذاریم توبه و شرایط قبولیت توبه در اسلام، آیاتی که انتخاب شده آیات 133 تا 136 سوره آل عمران پاره 4 هست. تمنای همراهی تان دارم جناب استاد اطلاعات من، بعدش انشاءالله سوالاتی که در راستای موضوع هست میپرسیم. بفرمایید جناب استاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. خب مبحثی را که داریم چون ماه مبارک رمضان ماه توبه و ماه بازگشت به خدا هست، بحث ما توبه و شرایط قبولیت توبه در اسلام هست. آیت مبارک جناب استاد تلاوت کردن. شما هم اگر در راستای موضوع سوال دارین در شماره واتساپ ما پیام بگذارین، پیام کتبی البته 0782224217 و همچنان در صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن. اگر در راستای موضوع بود الان از جناب استاد میپرسم، اگر بیرون از موضوع باشه برای هفته بعد. بفرمایید جناب استاد ترجمه تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. 4 آیاتی که تلاوت شد خداوند کریم روی موضوعات ذیل اشاره میکنه. اول اسباب مغفرت معرفی میکنه، دوم مسلمانان را به دو کاتگوری تقسیم میکنه متقین. یکی متقینی که مطیع و فرمانبردار هستند، صفات از اونها را بیان میکنن، و دوم مسلمانایی که گناهگار هستن، گناه کردن، ارتکاب جرم و جرایم، خود دوباره توبه و استغفار میکنن. اونها رو خداوند کریم میگه که شرایط قبولیت توبه را دو تحقق پذیرد، خداوند کریم توبه شان قبول میکنه، و در آخر مکافات کسایی که توبه و استغفار میکنن خداوند کریم میگه بهشت برین نصیبشان میکنن. و سارعوا الی مغفرت من ربکم و بدوید، یا مسابقه بکنین به سوی آمرزش یا مغفرت پروردگارتان. امو اعمال را انجام بکنین که سبب مغفرت گناهانتان میشه، مثلا ایمان آوردن، جهاد، هجرت، حج، و همچنان روزه گرفتن، قیام اللیل، قیام شب قدر، نماز خواندن، وضو کردن، به مسجد رفتن، این صدقات و خیرات، اینا همش اسباب مغفرت است. و جنت عرضها السماوات والارض، و دیگه شما مسابقه بکنین و به کسب جنتی که عرض آن آسمان بین آسمان و زمین است، طولش به خدا معلوم است، هفت آسمان و هفت زمین به حساب طول عرض جنت تشکیل میده. یعنی شما اعمال صالحه بکنین که سبب اعمال صالحه سبب دخول بهشت میشه. و عدلت للمتقین، امی جنت خداوند کریم برای پرهیزگاران به حساب چی کردن؟ آماده کردن. باز متقین مسلمانایی که مطیع و فرمان بردار هستن، 4 صفتشان رو بیان میکنن. الذین ينفقون في السراء والضراء، مؤمنین واقعی متقینی که فرمان بردار هستند، کسایی هستند اول انفاق میکنند در راه خدا در حالت خوشی و سختی، و در حالتی که پول داشتن یا نداشتن تنگ دست بودن. و دوم صفتشان والکاظمین الغیظ، و فرو میبرند خشم را، مثلا در قهر غضب بالای زیر دستان خود، خود قهر غضب خود کنترل میکنن. و سوم صفتشان والعافین عن الناس، و عفا من ماین مردم را. و چهارم صفت والله یحب المحسنین، و خداوند کریم دوست می‌دارند نیکوکاران را. این گروه اول از متقین بودند که فرمانبردار همین 4 صفت داشتند، و دوم گروه از مسلمانایی که گناه کردند، مرتکب گناه شدند، دوباره پس توبه و استغفار میکنند، خداوند کریم مغفرتشان میکنند. والذین اذا فعلوا فاحشه، و آنان که وقتی که بکنند گناه آشکار، دزدی، قتل، به حساب بی‌حیایی، او ظلم و انفسهم، یا کار بد، یعنی کار گناه کبیره یا صغیره، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، فورا متوجه شن خدا را یاد بکنن، خوف از خوف خدا، از ترس خدا، فاستغفروا لذنوبهم، و طلب آمرزش بخواین به خاطر گناهانشان. و من یغفر الذنوب الا الله، و کیست که بیامرزد گناهان شما را الا الله، بجز از خدا. یعنی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. و انسان میفهمه که غیر از خدا دیگر غفار یا ذاتی نیست که گناهان از اونها را ببخشه. ولم یسر و علی ما فعلوا و هم یعلمون، و همچنان به شرایط توبه اشاره میکنن، وقتی که مرتکب یک گناه میشه اصرار در گناه نمیکنه، ندامت و پشیمانی خود اعلان میکنن، و در آینده تصمیم میگیرن که کار نمیکنن،
و هم یعلمون و می دانند به حساب که نمی کار خلاف شریعت است. اولای که جزا هم مغفرت من ربهم. در آخر میان کسانی که می صفات دارند گروپ اول و گروپ دوم از متقین، جزا هم مغفرت من ربهم، جزایشان آمرزش یا مغفرت است از جانب پروردگارشان. همه گناهانشان هم گناهان کبیره و صغیرشان به حساب مغفرت میکنند و جنات تجری من تحت الانهار و جنت های را نصیبشان میکنند که زیر نهرهای از زیر درختهای از اونها نهرهای جاری است. خالدین فیها همیشه میمانند در آن بهشت و نعم اجر العاملین و چی مزد خوبی از برای کارگران برای اهل عمل. شما بسلامت، تشکر. دوست عزیز، صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 25,000 لایک در خدمت شما هست. صفحه را لایک کنین، به اشتراک بگذارین و سوال و نظری که داشتین بگذارین، ما در خدمت شما هستیم. مبحث ما توبه و شرایط قبولیت توبه در اسلام هست و انشاءالله تا فرصتی که با ما هست سوالات از جناب استاد طرح میکنیم. خب نکات کلیدی آیات مبارکه بفرمایید جناب استاد. ببینید به 3-4 موضوع اشاره میکنن جناب سرسب. اول اسباب مغفرت، کدام کارها یا کدام اعمال صالحه سبب مغفرت گناه ها میشه؟ اول ایمان آوردن، ایمان، هجرت، جهاد، حج کردن و همچنان روزه گرفتن. پیغمبر اسلام میگه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. و همچنان نماز تراویح خواندن و قیام قدر و مسئله 5 وقت نماز خواندن، وضو کردن، به طرف مسجد رفتن، صدقات، اینا کلش اسباب مغفرت است و مسلمان ها را دعوت میکنن، به حساب تشویق میکنن که شما امو اسباب مغفرت گناه ها را یاد داشته باشین، به او عمل بکنین تا که خداوند کریم بهشت برینه، جنت نصیبتان بکنه. و دیگه صفت مؤمنان واقعی نه که به حساب انفاق در راه خدا بکنن در همه حالات، قهر و غضب خدا کنترل بکنه، عفو گذشت داشته باشن، نیکو کار باشن. و ببینن دیگر قسمت سومش، هر انسان از او خطا و اشتباهش صورت میگیرن و بهترین انسان ها کسی هستن که وقتی که مرتکب جنایت شدن و اشتباه خود پی بردن، دفتن فورا باید چی بکنن؟ توبه بکنن و این عقیده داشته باشه که خداوند کریم توبه بنده های خود قبول میکنه و شرطی که اون 3 شرایط قبولیت توبه را داشته باشه. شما با سلامت. خوب خودی توبه چی است؟ تعریفی که شریعت مبارک اسلام و علمای اسلام از توبه داره چیست؟ علما میگن توبه به معنی بازگشت و در اصطلاح ببینین بازگشت کردن انسان از کارهایی که اعمالی که خداوند کریم نهی کردن، اما اعمال ناشایسته را از شرم و حیای خدا و از ترس عذاب خدا ترک میکنی و به سوی رفتن انجام دادن اعمال صالح، اینه می توبه است. کارهای منهی عنه را، کارهای خلاف شریعت را ترک میکنی و اعمال صالح را انجام میدین، تایب میشین، اینه می توبه. خود شرایط توبه چی است جناب استاد؟ کدام شرایط داره؟ شما گفتید بیشتر یاد کردین. بله، دمی آیت شریف هم اشاره شد، ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. علما میگه 3 شرط است شرایط و ارکان توبه که قوه توبه قبول میشه. اول به حساب از گناهان گذشته خود باید ندامت و پشیمانی اعلان بکنن، یک، و در حال به حساب امو گناه را ترک بکنن و در آینده هم تصمیم قطعی بگیرن که دوباره او کار به حساب انجام نمیدن. و در حقوق العباد باز یک شرط دیگه است، اگر به حساب مال یک کسی را دزدی کرده باشه، غصب کرده باشه، اون مالش هم دوباره به او واپس کنن. این 4 شرط است. وقتی که شرط باشه توبه انسان قبول خب میشه. یعنی مال یک کسی گرفتی تا زمانی که دوباره برش پرداخت نشه توبه فایده نداره. بله بله. خب صرف خیلی توبه در بحث حق خدا اگر حرفی در میان می باشه، او هم 3 شرط داشت. یک شرط مهمش همی است که از گناه دل بکنی و در آینده 100% تصمیم قاطعی داشته باشی دیگه با اون نزدیک نمیشی. شما با سلامت، تشکر. شما هم اگر در راستای موضوع سوالی دارین در صفحه فیسبوک بگذارین اسلام فاصله و فاصله قرآن. اگر سوالتان بیرون از موضوع بود واگذار میکنیم برای هفته بعد، چون ما سفر دیدم چند سوال در بحث زکات بود و در مباحث دیگه که انشاءالله هر کدام شد در موقعش پاسخ داده میشه، چون موضوع الان ما توبه و شرایط توبه و جایگاه توبه در اسلام هست، همین موضوع رو به پیش میبریم. سوالات شما هم اگر در این راستا بود از جناب استاد میپرسیم. خب فضیلتی که خداوند برای شخص تائب در نظر گرفته و یعنی به این معنا که چه فضیلتی دارد زمانی که انسان تائب میشه و توبه میکنه؟ ببینید جناب سیرت صاحب، در فطرت طبیعت انسانی است که خطا و اشتباه صورت بدون میشه.
كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ودر فضیلت توبه و توبه کنندگان آیات های مختلف و احادیث مختلف آمده خو هفت نکته را علما ذکر میکنند. نکته اول توبه کنندگان را خداوند کریم دوست داره. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. یک. دوم خداوند کریم کسی که توبه میکنه و کار تمام اعمال زشتش اعمال که انجام داده سیئاتش به حسنات تبدیل میکنه. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات ان الحسنات یذهبن السیئات. ادو و سوم دعا ملائک در حقشان دعا میکنه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين تابوا. وسيوم شمول رحمت مشمول رحمت ومغفرت خدا میشه هر کسی که توبه و استغفار بکنه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. و دیگه سبب پذیرش اعمال انسان میشه و هو الذي يقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات و یعفو عن السیئات. بیات شریف است سبب نزول برکات بشه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. و دیگر به حساب فضیلت شی هستند که خداوند کریم از توبه بنده خود خیلی خوشحال میشه و میگن که در حدیث قدسی هستن از پیغمبر اسلام روایت است وقتی که بنده توبه میکنه خداوند کریم میه بنده و میدانند که غیر از ما کدام ذات نیست که گناه های زنها را مغفرت بکنند که در آیت شریف هم اشاره شد و من یغفر الذنوب الا الله. و خداوند کریم در قرآن کریم چندین آیت گفتند که انسان باید از مغفرت خدا ناامید نشه. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بنان در آیات مختلف ذکر است که انسان ناامید از رحمت خدا نشه. یک گناهی که بسیار سخت است بسیار بزرگ است که شرک است. ان الله لا يغفر ان يشرك به. دیگه همه گناه های صغیره را خداوند کریم به انجام دادن اعمال صالحه نماز خواندن و تلاوت و به حساب عمره و غیره. خب در بحث گناه کبیره جناب مصطفی فرض نیم یک آدم شراب میخوره یا خدای نخواسته یکی از گناهان کبیره از دستش سر میزنه، باز اگر توبه میکنه آیا گناه کبیره هم بخشیده میشه با توبه؟ علما محدثین در اینجا دو نظر دارن، محدثین و فقهای کرام. محدثین میگن که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. بیشک بله. گناه های کبیره و صغیرشون حتی حج کردن، مسئله حج، هجرت، جهاد. باز فقها ها میگن در آیت قرآن کریم ان تجتنبوا کبایر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. گناه های صغیره را به انجام دادن اعمال صالحه و مثل نماز و روزه و وضو کردن و تلاوت قرآن کریم و عمره کردن اونا مغفرت میشه. اما گناهان کبیره به شرط توبه و از خاطر که دیوات ذکر کردن به شرطی که توبه بکنن اونها باز خداوند کریم توبه شان. خب یک انسان توبه کرد و با شرایط توبه توبه کرد اما باز هم توبه را شکستاند و گناه از گناهی که توبه کرده بود دوباره مرتکب شد و انجام داد، باز چی میتونم بگم؟ نشانه های قبولی عبادات توبه از جناب سیرت صاحب که یا الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. انسان باید توبه خالص به خدا بکنه که باید بعض امون گناهی که به حساب توبه کرده دوباره پس مرتکب از اون نشه. و این اصل توبه حقیقی توبه خالصی است. خود در صورتی که اگر بعدا باز دوباره اون کار انجام کرد دوباره توبه بکشه. دروازه رحمت باز است، دروازه مغفرت باز است. پیش از اینکه انسان در لابراتوار قبر تزیه شه وقتی به حساب توبه وقتی قبول نمیشه که انسان در حالت مخمسه باشه یا آفتاب از طرف قبله در حالت جان کندن باشه. انسان به حساب اول شرایطشی است که باید از اون گناهی که توبه میکنی باید دیگه دوباره مرتکب از اونش. شما به سلامت. خب یک سوال شاید پیش بیا و سوالی هم هست، چرا یک انسان مسلمان با آن که مرتکب خطا لغزش و گناه میشه اما رجوع نمیکنه، توبه نمیکنه، رجوع به پروردگار نمیکنه و از گناه خود عفو گذشت نمیخواه از خداوند؟ ببینید جناب سیرس، با انسان چند چیز است. نفس هم ماره بسو است، شیطان است، محیط است، ببینید خواهشات دنیوی و غیر است. این حال در صورت که انسان علم کامل از شریعت نداشته باشه، علم ما حقوق و وجایب خود ندانه و حق خدا را، حق پیغمبر را، حق خدا نفس بالا ما شما حق داره. در صورت که علم کامل جهان بینی اسلامی صحیح نداشته باشیم، از احکام شریعت آگاهی نداشته باشیم، هر چیز گناه را بی ارزش سبق یک چیز فکر میکنیم و امید داشته می باشیم، برو در پس پیری و اسباس توبه و استغفار. بله. و همچنان نومودی از رحمت خدا، اینی اسبابی است که انسان با
و مو تنبلی چیزا سوق میدن، ولیکن مسلمان همیشه باید از احکام شریعت خداگاهی داشته باشه، خدا را حاضر ناظر و همیشه تایب باشه، و وقتی که توبه کشید اتفاق میشه اتایب و من الذنب کما لازم بله. خب یک چیز دیگه جناب استاد امیل ازن در ذهن ما مات، ما داریم بسیاری کسا را شاید ما شاید بعضی ها که ما گناه را گناه ندانیم، یعنی اصلا گناه را انجام میتیم بسیار بی تفاوت در مقابلش هستیم، باز در این صورت این عمل چگونه است؟ یکی از موانع توبه جناب سیره سبینمی است که وقت گناه را بی ارزش میدانیم، یک چیز سبک مولا که صحابه کرام هم یک گناه را مثل کوه را فکر میکردن، و در حدیث سری پیغمبر اسلام میاد مثل که یک کسی که یک مرتکب یک گناه میشه مثل یک دانه سیاه در قلب از او به حساب پیدا میشه، اگر ارتکاب جرایم زیاد شد کل قلبش سیاهی میگیره، ختم الله علی قلوبهم یا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینا لدی در صورت پس میشه به مو عقیده انسان، به مو عقیده توحیدش که عقیده سالم باشه، ترس خدا و هر چیزایی را که منکراتی را که انجام میده از ترس خدا پس پس دفتن ببینیم، باز همون نفس اماره بیسو، نفس لوامه و مطمئنه، نفس اماره بیسو خود نفس شیطان و فساق و وجود ظالمایی، و نفس لوامه نفس مسلمانایی که یک مرتکب یک عمل میشه دفتن توبه میکنه. اینا رو به این شخصیت انسان، به ایمان و عقیده و علمیت انسان تعلق داره، اگر شریعت آگاهی داشته باشند جزا و اعمال را، هر حدود شریعت از گناه های کبیره از خود جزا داره در دنیا و در آخرت، این حال که شریعت آگاهی داشته انسان خود کنترل میکنه. بسیار خوب، به خاطری که ما مسلمان ها تشویق شیم جناب استاد، چون شب روز توبه هست و بدون شک ماه مبارک رمضان اولها رحمتن اوسطها مغفرتن، یعنی ما دارن نزدیک شده میریم به دهه مغفرت، خب تشویق شویم، ما ترغیب شویم، میشه شما جایگاه شخص تائب را چند نکته رویش مکس داشته؟ ببینید جناب سیره صاحب، این ماه ماه عبادت است، ماه ریاضت است، ماه توبه است، ماه بازگشت به سوی خدا است، در دروازه های رحمت خدا، دروازه های مغفرت خدا باز است، در شب ثلث اخیر شب هر شب خداوند کریم صدا میکنه با زبان ملائک به حساب که آیا کدام توبه کننده ای است که توبهش مقبول بکنه، آیا کدام کسی است که استغفار بگوید که توبه و استغفارش قبول بکنیم. حتی یک عالم میگن که آیا شما درد و دوا و شفا را میشناسین؟ درد گناه است، دوایش استغفار است، شفایش توبه است. این حال ما در این شبهای روز چطور امو اعمالی که سبب مغفرت گناه های ما میشه باید تو را انجام بدیم؟ ایمان شکر الحمدلله داریم، تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، صدقات، همین خود روزه گرفتن، قیام اللیل، تراویح کردن، قیام شب قبر، شب قدر به حساب، اعتکاف، اینا صدقه فطر، اینا همه اعمالی هستن که سبب مغفرت گناه های میشه، اما مغفرت خدا را به حساب شما کسب میکنین و امو رحمت خدا، مغفرت و آزادی از آتش دوزخ خدا نصیب ما شما میشه. بسلامت. خب پیش از این که امی پیام آیات مبارک از شما بپرسم، چندین سوال هست، حتی همکارا از اتاق فرمان هم بیشتر گفتن و چندین سوال در صفحه فیسبوک و حتی واتساپ ما دریافت کردم، چون روزا بسیار طولانی هست و شب برعکس کوتاه، اگر بعد از سحری، این سوال هم ازت میخوام چون بیرون از موضوع است، بعد از سحری زمانی که 3 بجه اذان صبح اذان میته، متصل به این 5 دقیقه میگذره یا 10 دقیقه میگذره و طهارت میکنه و نماز صبح ادا میکنه و بعدش دوباره استراحت میکنه، چنین عمل شما میپذیریم؟ از نقطه نظر شریعت در نماز صبح در غیر از رمضان اسفار به حساب مستحب است. اسفار یعنی چی؟ یعنی خوب روشنی شه که همگی در جماعت ادا شن، انجام در جماعت اشتراک کرده بتانن. اما در روزه روایت آمده مسئله تغلیظ در تاریکی نماز خواندن، پیغمبر وقتی که صبح صادق شد و همه نمازگزاران در قریه در جماعت آمده میدانستن، اشکال ندارد، جواز دارد، در هر روایت حدیث ثابت است که بهتری است که در جماعت بخواند. اگر کسی در خانم می باشد طلوع صبح صادق شد، بعد فعلا 3 بجه که آزان داد، 3:10 به حساب میتونه که نماز صبح خدا بخواند. خب استراحت خود مسئله خلاف تقوا است، به حساب بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب پیغمبر میر که استراحت نکنید. استاد علی اما اما در صورتی که به حساب یک کسی که مامور می باشه، کارمند می باشه، دیگر اوقات به خاطر استراحت نداشته باشه، به حساب خلاف تقوا است، خلاف اولو است، اشکال نداره.
اشکال نداره. سلامت امی که گفتین اشکال نداره دیگه، اینه با ما اگر روایت پیدا شد بله. چون روز استاد اصلا فرصت نمیشه بله. و شب هم تا که تستراوی و اصفت روز کار کم بکنن به حساب کار نمیشه استاد. اینه من شخصا خود من آنقدر فشار برنامه ماشاءالله زیاد هست که ناممکن هست چند این برنامه هست ایجاب میکنه که ما وقتر باید باشیم دفتر و تا نا وقت بریم. خب پیام آیات مبارکه بگو اینجا. پیام از آیاتی است که ماه مبارک رمضان ماه توبه است، ماه بازگشت به سوی خداست، ماه ریاضت است. بین از این ماه از این یک فرصت طلایی بشمارین و خصوصا ده دوم ماه مبارک رمضان که ماه مغفرت است. اعمالی که سبب مغفرت گناه های ما شما میشه او را بشناسین، انجام بدین تا که در نتیجه مغفرت گناه های ما شما را خداوند کریم نصیب و مغفرت گناهان نباز نتیجهش؟ نتیجه شی است که رضای خدا بهشت برین، تقوا حاصل میشه. تقوا حاصل میشه و گشایی مشکلات بله. چون ما بیشتر به مشکلات تقی الله یجعل له من امره با مشکلات دست پنجه نرم میکنیم بله. خداوند این مشکلات از ملت ما و از ما دور بگردانه. سپاس شکران، تشکر جناب استاد، خداوند شما را خیر دنیا و آخرت نصیب بگردانه. تشکر. خب دوست عزیز، به پایان برنامه امروزی خود رسیدیم. ساعت 5 بده 5 عصر با تقدیم برنامه حج در خدمت شما قرار میگیریم. برنامه حج ببینید یک برنامه بسیار خوب هست، آموزشی است و در عین حال آنانی که عزم سفر حج دارن ان شاء الله اونا را کمک میکنه برنامه حج که در راستای انجام مراسم و مناسک دست بلند و بالایی داشته باشن. و بعدش ساعت 6:30 با تقدیم برنامه شهر رمضان در خدمت شما هستیم ان شاء الله تا ساعت 7:30. برنامه بسیار مفید هست، بخش های مختلف داره و هم آموزشی هست و هم انشاءالله در طاعت و عبادت محسوب میشه، چون در کل در فرصتی که ما در خدمت شما هستیم از دین حرف زده میشه و از لابلای نصوص بازگشایی میشه و صحبت میشه. امیدوارستیم که دقت تمام صورت بگیره و خداوند او برنامه ما را هم در طاعت و عبادت محسوب بگردانه. بعدش با تقدیم برنامه شهر رمضان در ساعت 3 جناب آقای دکتر محمد داود نسیمی در خدمت شما هست ان شاء الله، برنامه بسیار خوب به نام حدیثش تا ساعت 3:30 بام داد. و بعدش ساعت 6:30 تا ساعت 7 صبح برنامه فقه خانواده با آقای جناب استاد سادات تقدیم میشه و پیشکش شما میشه. برنامه ها را ببینین و از هر برنامه استفاده خوب و بهینه صورت بگیره. خب تا ساعت 5 شما را به خداوند یکتا امانت کرده. الان نگهدار. تشکر.